درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. خدمت شما عرض بشم، ما فقط شعر نمیگیم، تا پای جان تا آخرین نفس انشاءالله پای انقلاب و آرمانهای شما خواهیم ایستاد. خدا حفظت کنه. روز چهارشنبه 16 فروردین 1402، 5 آوریل 2023، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از شاعران حکومتی که اغلب از شعر و شاعری چیزی نمی‌دانند حضور یافت تا آنها در ستایش از او و افکار و سیاستهایش شعر بخوانند. من از تو معترضتر هستم اما اعتراضی نیست، چون این سوزاندن هر مسجد و هر بانک و ماشین نیست. من از تو معترضتر هستم اما اعتراض من بیانش با چماق و سنگ و بطری های بنزین نیست. آفرین. سزای حافظ امنیت و ناموس این ملت شعار بیشرف یا فحش ناموسی و توهین نیست. تو که شمشیر از رو بسته ای و در خیابانی، تو که اسبت برای تاختن بر اجنبی زین نیست، مقصر هستی و باید تقاصش را بپردازی. غلط کرده کسی که گفته دستان تو خونی نیست. آفرین 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 آفرین. خیلی خوب، شما مضمونی سخنرانی یک ساعتی ما رو تو چند دقیقه بیان کردید، خیلی هم خوب. یکی از این شاعران قلابی فردی بود به نام غلامرضا کافی که شعری را خواند که حاوی توهین‌های زیادی علیه زنان ایرانی بود. زیباییت حراج به بازار تن مباد، پوشیده باش تا که فقط جان ببینم. آورین آورین. لطف خداست این که لطیف است خلقتت، حیف است این که برده شیطان ببینمت. کافی در شعرش زنان ایرانی را به حراج تن متهم کرد و آنها را برده شیطان خواند و مورد تشویق خامنه‌ای قرار گرفت. زن زندگی ظرافت و زیباییت به جا، کی در مقام شامخ انسان ببینمت. فرق است در ترانه تاریک چرت خان یا در بیان روشن قرآن ببینمت. خواهی که زیر خواهش رائیل له شوی یا در شکوه دختر عمران ببینمت. دین هرز چند در پی ناقور این و آن، آزاده باش تا که مسلمان ببینمت. در اختیار توست که دوزخ نشین شوی یا در بهشت و سبزه ریحان ببینمت. اما زنان و دختران ایرانی ساعتی بعد به این توهین‌ها پاسخ دادند. آنها به مناسبت زادروز حمیدرضا روحی، جوان 19 ساله‌ای که در جریان جنبش انقلابی اخیر توسط ماموران حکومتی به قتل رسید، ضمن برداشتن حجاب از سر در خیابان‌های تهران علیه علی خامنه‌ای شعار سر دادند. حمیدرضا روحی دانشجوی عمران دانشگاه آزاد شهر قدس بود که در تظاهرات پنجشنبه شب 26 آبان 1401 در شهر زیبا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان باخت. 16 فروردین شهر زیبا. پس بگیریم، خودت رو 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 پس
نیروهای امنیتی روز چهارشنبه پیش از طلوع آفتاب در منطقه شهر زیبای تهران حضور پیدا کرده بودند. ولی با این وجود گروه بزرگی برای گرامی داشتن یاد حمیدرضا روحی در این منطقه حضور پیدا کردند. شهر زیبا 16 فروردین. کلیپ هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد ماموران به سمت معترضان تیراندازی و برخی از آنها را بازداشت کردند. شهر زیبا، شهر بیچاره ما. بلوار جوانمردان، تقاطع نوروزی، نزدیک خونه جاویدنام، امیررضا روحی. دم مردم گرم. ماموران همه هستن سر کوچه‌شون. اشباغر زدن و با توفنگ پینتبال مردم رو متفرق کردن. دور در مراسم تولد یکی از افراد کشته شده در اعتراضات اخیر نشان میدن. علارغم تصور مقامات حکومتی و علارغم همه سرکوب ها، قتل ها، بازداشت ها و اعدام ها، جنبش انقلابی مردم ایران پایان نیافته، بلکه مردم از هر فرصتی برای ابراز انزجار خود از حکومت ولی فقیه و درخواست برای تشکیل یک حکومت دموکراتیک و مبتنی بر رأیشان استفاده می کنند. کشتار جوانها اینجا در تو خیابانهای تهران جوان پاکترین جوانهای ما رو مثل همین جوانهایی که اسم آوردن آرمان علی وردی و روح الله عجمیان اینا واقعا پاکترین پاکیزه‌ترین طاهرترین جوانهای ما بودن اینا رو با شکنجه میکشن اونا مطلقاً متعرض نمیشن یعنی اهمیتی نداره براشون. 16 فروردین شهر زیبا.
سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین، روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.